راستش من درباره عنوان اتاق مقدار گیج شدم. الان راهکار دادن به کسایی که کف خیابونن داخل ایران یا بررسی بهترین روش‌ها واسه براندازی جمهوری اسلامی کدوم بشه؟ جفتش رو میتونیم بریم شما. ای کوتاه میخواین درباره براندازی به طور کل بگین، نکتتون رو بگین کوتاه اگه بشه. بهترین روش براندازی. ببین بهترین راه ها، این چیزایی که الان من میگم اینا بهترین راه روزو من نیستن، تنها راه هم. تنها حالت هایی که جمهوری اسلامی میره کنار، یکیش کودت های ارتشه یا حالا هر نیروی نظامی دیگه داخل کشور، یکی دیگه هم اینه که خامنه ای وقتی که مرد مشتبه بیاد به جاش که به نظر آدم خیلی منفعت طلب و سودگرایی میاد، بشه با اون مثلا کسی معامله کنه و این آدم بره کنار. ولی روش آخر اینه که ما باید شروع کنیم شبکه سازی کردن از همین الان و این خشم بزرگی که توی جامعه به وجود اومده بود و به جای این که مردم برن کف خیابون تحلیلش بدن و طبق معمول این عده 96 برن یه ماه تمام اعتراض کنن دوباره برگردن خونه هاشون، این رو سعی کنن باش شبکه سازی انجام بدن و در جهت بهینه ازش استفاده کنن. این که دقیقا چطور میشه این کار کرد من راه حل رو میگم. این که نمیدونم خلاف حقوق بشر، نمیدونم غیر انسانی، غیر اخلاقی فلان و ایناش دیگه واقعا اهمیتی نداره برای ما. روش این کار اینه که فضای جامعه از همه نظر برای هواداران رژیم و حکومت ناامن بشه. توی جامعه، در فضای زندگی خانوادگی، تو ساختمون مسکونی که دارید زندگی میکنید یا توی محلتون، کسانی که هوادار جمهوری اسلامی هستن رو تحریم اجتماعی کنید، باشون رفت و آمد نکنید مطلقا. توی فضای درس و دانشگاه، محل کار، دبیرستان، هر جا که هستید همینطور باشون برخورد کنید. اگر توی فضای دانشگاه یا بیرون از اون، توی فضای عمومی هواداران و حکومت رو دیدید، مثلا همین بسیجی و اینا، کوچکترین گراب بهونه‌ای به دستتون دادن، اقدام خشونت‌آمیز باید علیهشون انجام بدید. نه خیر، یه لحظه اینجا اگه میشه میسر ای، ما الان روی یوتیوب هستیم، ما اینجا نمیتونیم از این حرف رو بزنیم، لطفا این حرف رو نزنید. آه خب بس. اینا ما اینا اصلا تایید نمی کنیم. اگه میشه کسی هم دیگه از این حرفا اینجا نزنه. ما باید بتونیم از این ابزارهایی که داریم استفاده بکنیم که اخبار رو پخش بکنیم. این ابزار رو به هیچ وجه نمیخوام میشه دیگه این حرف رو تکرار نکنیم. من تکذیب کنم برای اینکه واقعا ممکنه. بله من اینو کاملا تکذیب میکنم. ما اصلا از همچی رفتارهایی رو تایید نمیکنیم. لطفا از این حرف رو روی کانال ما نزنید. ممنون. ادامه بده. این چیزی که من گفتم رو فقط تحت هیچ شرایطی علیه زنان و دختران و ترجیحاً پیر مردا انجام ندید، چون زن و دختر بسیار وشه بدی داره، خراب میشه وشه اون شبکه سازی به جنبش. پیر مردم که دیگه طبیعتاً این برا رو سرش بیارید میمیره احتمال زیاد. همش کاری نکنید. ولی روشش اینه، از الان اگر شبکه سازی انجام بشه، بستر فراهم میشه و شرایط آماده میشه، همه اینا کانالیزه میشه برای اتفاق بزرگتر در روز مناسب. اون روز مناسب هم احتمال زیاد روز مرگ خامنه ایه که آقای مراد ویسی هم یک بار گفت زمانی که این آدم مرد 48 ساعت مردم وقت دارن که کار جمهوری اسلامی رو تموم کنن، یا اون موقع کار رو تموم میکنیم یا دیگه معلوم نیست که میشه. من یه چیزی بگم، یه لحظه من یه چیز اضافه کنم. من چیزایی که تحقیق نشون داده اینه که خشونت کمتر باشه احتمال موفقیت بیشتره. خب البته ببینید تحقیقات رو کجا انجام دادن اینا بگو. یه لحظه مثلا میشه حرف نزنی من دارم صحبت میکنم، یه لحظه بذار ببینید. ولی همین تحقیقا خودش هم محققی که این تحقیق انجام داده گفته که دست مردم نیست، یعنی شما دفاع از خود، یعنی وقتی که خشونت انجام میشه خشونت به مردم تحمیل شده. خب شما برای همین ما الان نمیتونیم خشونت بکنید نکنید. خب مردم معمولا وقتی خشونتی انجام میشه دارن از خودشون دفاع میکنن. خب یعنی ولی چیزی که نشون داده شده، ببین من میدونم همه کشور با هم فرق دارن، خب ولی خب ما اگر فقط دارم آمار رو میگم، آمار نشون داده که تظاهراتی که خشونت توشون نبوده 50% شانس موفقیت داشته، تظاهراتی که خشونت توش بوده
20% شانس موفقیت داشته، ولی من میدونم که بله کشورها با هم فرق دارن و اینکه خشونت هم بشه انتخاب، مثلا از مردم نمیتونن انتخاب بکنن که خشونت نشه، چون خشونت رو معمولا دولت شروع میکنه نه مردم. خب همین بقیه تظاهرات هم این بوده، مردم شروع نکرده. خب یعنی که حالا و یه چیز دیگه هم میدونم که همبستگی به معنی علیت نیست، یعنی اینکه کورلیشن رو داره نشون میده، این به معنی این حتما نیست که حتما علتش این بوده که خشونت نبوده، ممکنه که جهت علیتش از یه طرف دیگه باشه. خب و کلا ببینید دلیل، ممکنه خود این محقق هم داره میگه که ممکنه دلیل اینکه خشونت کمتر باعث موفقیت بیشتر میشه اینه که شما از آدم‌های بیشتری به شما میپیوندند، احتمال پیوسته شدن مخالفین شما به گروه شما بیشتر خواهد بود اگر خشونت کمتر باشه. خب شما اگه بخواید با مردم دشمنی خشن بکنید، یعنی شرم استفاده بکنید، خب شرم اتفاقا باعث میشه که ممکنه به شما بپیوندن، اینکه احساس هرچی تعداد شما بیشتر بشه و اینا منفور بشن تو جامعه، احتمال اینکه ول کنن از پوزیشنشون و به شما بپیوندن بیشتر میشه، ولی خشونت این شانس رو کمتر میکنه. بازم من نمیگم چی کار بکنین چی کار نکنین، من فقط دارم آمار رو به شما میگم و میدونم که این آمار ممکنه با ایران فرق داشته باشه. خب من فقط دارم تحقیقات رو برای شما میگم که چی نشون داده. خب ولی حالا مثلا اگه میشه درباره این تو نه یا بگو که نه خشونت بکنید فدا اینا، چون واقعا تو این کانال جاش نیست. من دیگه اون جمله‌ای که باید میگفتم و گفتم دیگه، نیازی طبیعتا به تکرارش نیست. اصلا میزدم باز که سر قوانی یوتیوب بخوان گیر بدن. حالا بگذاریم یه مشکل پیش نمیاد از این بابت. من فقط اینو بگم، اینی که حالا میگی یه لحظه یه کسی تو لبچت داره میگه آرمین اونی که داره میزنه بکشه شرم شه. بخشی من اونو نمیگم. خب اونی که داره شما رو میزنه که اون احتمال شرمش خیلی کمه. من دارم کسانی که طرفدار جمهوری، حتی بعد از همه این چیزها، ببینید الان طرفداران جمهوری اسلامی دارن ریزش میکنن. خب هر سال به سال داره کمتر و کمتر میشه، واقعا بی اقلیتی از جامعه هستن، این اقلیت رو اقلیت ترش هم بکنین، چون واقعا این پایه نظامه، این با اینکه اقلیت هستن این نظام به اینا احتیاج داره. خب و اینکه اینا دارن هی کمتر و کمتر میشن به خاطر همین شرم، بالاخره اینا بالاخره بعد از این مدتی احساس نفرت بهشون نمیتونه، تحملشون کم میشه، بعضیاشون، همشون نه. اونی که با چوب بالای سر شما استار میزنن اونو که نمیگم، ولی شما پایه نظام سست میشه اگه همین این قبلا همین که الان دارین پیشرفتی که شده اینه که به جای اینکه بیان بگن که مثلا بسیج اینو به باب ببندین، الان دیگه فقط دارن شرم و نفرت و اینا دارن استفاده میکنن. این به نظر میرسه بیشتر جواب میده. خب من فقط اینو دارم میگم. حالا این شخص قبول کرد. بگو مسری ببخشید. صدا میاد الان؟ بله میاد. بگو. چون اینترنت خیلی داره قطع میشه. بگو سریع بده. من فقط اینو بگم، خودت هم اتفاقا اشاره کردی، گفتی که اون قضیه خشونت نکردن لزوما عملیات توش وجود نداره، دقیق بررسی نشده کشورها فرق دارن. اینو من خیلی روش تاکید دارم، اصلا جمهوری اسلامی رو حتی 1% کسایی که داخل ایران هم بیرون ایران من کاری ندارم، 1% جمهوری اسلامی رو با چه میدونم آفریقای جنوبی و نلسون ماندلا و نمیدونم استعمار بریتانیا به هند و اینا مقایسه نکنید. اینجا جای خشونت پریزی و اینا نیست. ولی خب باز اون جمله رو دیگه تکرار نمی کنم چون قوانین یوتیوب اجازه نمیده. فقط اینو بگم، کانالیزه کردن این قضیه و جنبش درست کردن ازش طوری که ممتد و ادامه دار باشه، ضمن اینکه مردم رو به هم نزدیکتر میکنه سر این ماجرا، باعث این میشه که ما بتونیم حتی دو تا یکی بکنیم اینا رو. یعنی چی؟ یعنی ضمن اینکه این حرکت رو انجام میدیم و مردم رو هم بسته تر از همیشه میکنیم، ممکنه بشه ارتش رو هم تحریک به کودتا کرد، به خاطر اینکه این نیروی نظامی مدت هاست تحت فشار بوده، بهش رسیدگی نشده، تازه 2 سال اینا فهمیدن ارتش چقدر نقش مهمی داره. بنابراین حواستون رو به این قضیه جمع کنید، مراقب خودتون هم توی این روزها باشید. این قضیه که الان همه میخوان از جنبش براندازی در بیارن تو ایران، صرفا داره باعث میشه که خشم اجتماعی و نیروی جامعه تحلیل بره، صرفا باعث شده جمهوری اسلامی پیشروی داشته باشه و اینترنت رو بدتر شیرش رو ما ببنده. امیدوارم این قضیه استارلینک بیاد و نصب بشه داخل جای مثل امارات و شمدام جمهوری باکو و اینا تکلاش و این نتیجه این اعتراضات باشه، ولی من بعیدش میدونم از اساس.
امیدوارم باز این اتفاق بیفته، لااقل یک خیر و سود از طریق این اعتراضات به ما برسه، ولی اگر دفعه بعد همچین خشم بزرگی براتون پیش اومد، سعی کنید به روش بهینه ازش استفاده کنید، اینجوری به هدرش ندید. ممنون از من، بس.